سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. بالاخره بعد از یک سال و نیم دوباره برگشتیم به وستروس. اپیزود اول صبح خیلی زود پخش شد و ما تو این ویدیو تمام نکات ریز داستانی که باعث میشه که از دیدن سریال لذت بیشتر ببرید رو بررسی میکنیم. قرارم هستش که توی ساخت تمام ویدیوهایی که از این سریال قرار بسازیم، حسین از کانال ارباب حلقه ها به من کمک بکنه. توی کانالش هم ویدیوهایی در رابطه با دنیای وستروس هم داره. اگه دوست داشتید میتونید کانالش رو هم دنبال کنید. حرف برای گفتن زیاده، هشدار اسپویل قسمت اول فصل دوم رو همینجا بهتون میدم و دیگه بهتره بریم سراغ داستان. تیتراژ فصل دوم نسبت به فصل قبلی تغییر کرده. توی فصل اول بیشتر به خط خونی اشاره می‌کرد. حالا همونطور که خودتون احتمالاً فهمیدید، توی تیتراژ تاریخ وستروس رو شروع کرد برای ما تعریف کردن. اول از اون بلای طبیعی که سرزمین ولریا رو نابود کرد شروع میشه، که می‌بینیم اژدهایان دارن کشته میشن. بعد فتح کل وستروس توسط اگان فاتح رو بهمون نشون میده، که می‌بینیم دو تا خواهر دیگه‌ش هم در کنارش دارن با اژدها پرواز می‌کنن. که توی این صحنه یه تصویر مهم دیگه هم هست، اینکه می‌بینید که چند تا کشتی همون پایین هست، به نماد خاندان ولریان که نشون میده اینها قدیمی ترین متحدین تارگریان ها بودن. و بعد نشون داده میشه که نماد خانواده تارگریان ها بالای کل وستروس قرار میگیره، به نماد اینکه تارگریان ها بر کل این قاره حاکم شدن. بعد نشون میدن که پادشاه میگور در حالی که مرده روی تخت پادشاهی افتاده. میگور خیلی شخصیت مهمیه، تو همین ویدیو چند بار راجبش صحبت میکنیم. نقش مهمی هم توی تاریخ وستروس داشته. چرا اینجا مرده؟ به خاطر اینکه یه افسانه هست توی وستروس که میگه صندلی قدرت پادشاهی نالایق باشه رو میکشه. یه همچین چیزی رو هم توی فصل اول دائم نشون میدادن که پادشاه ویسریس دائم دستش توسط صندلی هی بریده میشد، آخر سر همون زخم عفونت کردن و کشتنش. توی تاریخ وستروس هم میگور یکی از خونریزترین حاکمان این سرزمین بود. این آدم با کشتن برادرزاده خودش تونسته بود به قدرت برسه و بعدن به طور اتفاقی و خیلی احمقانه میفته رو صندلی و گردنش پاره میشه و کشته میشه. بعدن تو ادامه تیتراژ پادشاه جهاریس هم میبینیم، همون لحظه تاریخی که توی فصل اول هم بهمون نشون دادن، اونجایی که ویسریس به عنوان شاه انتخاب شد. و بعد تو ادامه نشون میده که رینیرا و اگان همزمان با هم به تخت سلطنت میشینن. یعنی که الان وستروس دو تا حاکم داره و مهم اینجاست که از اینجا به بعدش دیگه بهمون نشون نمیدن، چون اگه این کارو بکنن داستان برامون اسپویل میشه. اما وقتی که تصویر آخر رو بهمون نشون میدن، میتونیم این گوشه ها ببینیم که این داستان ها در حال بافته شدنن همینطوری. پس میتونیم بفهمیم که هر اپیزود جدیدی که بیاد یه مقدار به این تیتراژ اضافه میشه و تصاویر جدیدتر رو به ما نشون میدن. اما تو همین تیتراژ یه صحنه خیلی مهم بود، اونم نمایش لحظه زانو زدن رئیس خاندان استارک در برابر اگان فاتح بودش، که این اپیزود دقیقاً با اشاره به همین داستان تاریخی شروع میشه. دیدین که پسر بزرگ رینیرا رفت پیش خاندان استارک برای یادآوری سوگندی که 20 سال قبل در برابر رینیرا خورده بودن. اون کسی که جلوی رینیرا سوگند خورد الان مرده و پسرش الان حاکمه، و این مرد جوانی که الان رئیس خانواده استارک ها شده و کلا به شمال داره حکومت میکنه میشه پدر بزرگ ند استارک، که شمشیر ند استارک هم که توی فصل اول بازی تاج و تخت دیده بودیم رو همین الان همراه خودش داشت. این آدم خیلی خوب با رینیرا همراهی میکنه به چند دلیل. اول اینکه همین الان توی شمال جنگ قدرت شکل گرفته بود. این پسری که الان اینجا میبینید با بدبختی تونسته بود به قدرت برسه، بر همینم انقدر با رینیرا همدردی کرد، چون کس دیگه هم نزدیک بود قدرت رو از خودش غصب کنه. از اون طرف یه دلیل دیگه هم داشت برای اینکه با رینیرا متحد شد، و خودش هم به این دلیلش اشاره کرد. گفت من دو تا سوگند رو باید بهشون وفادار باشم، یکی سوگند وفاداری به تارگریان ها که جد من اون سوگند رو خورده، و یکی هم سوگند مراقبت کردن از شمال در برابر زمستان. این سوگند همون چیزی که توی تیتراژ خواستن به ما نشون بدن. استارکا معروف به اینن که سوگند خودشون رو اصلا نمیشکنن، نه تسلیم میشن و نه سوگند میشکنن. در طول تاریخ بی سابقه است همچین چیزی، به غیر از یک پادشاه استارک. میشه همون استارکی که زمان اگان اول به شمال حکومت میکرد، که بدون هیچ جنگی در برابر اگان فاتح زانو زدش. خیلی‌ها دلایل متفاوتی میارن برای تسلیم شدن این آدم. یکی از دلایلی که گفته میشه به خاطر اینه که اگان رویایی که دیده بود رو برای استارک ها تعریف کرد و بهشون گفت در برابر چیزی که از شمال قراره بهتون حمله بکنه، فقط یک تارگریان میتونه ازتون دفاع بکنه. و بعد اون کسی که تسلیم شد معروف شد به شاهی که زانو زد، یعنی این شد لقبش. حالا اینجا ما نواده همون آدم رو میبینیم که اسمش هست کریگن استارک. دیدیم که پسر رینیرا رو برد به دیوار تا این سوگند رو بهش یادآوری کنه.
پسر رینیرو هم سوگند جد استارک ها رو به اگان فاتح یادآوری کرد. تو این زمان ممکنه که فکر کنید که خب نایت کینگ کجاست؟ دلیل اینکه نایت کینگ نزدیک نمیشه به دیوار به خاطر وجود اژدهایانه. در دنیای وستروس چون اژدهایان زیادی وجود داره، نایت کینگ تو اعماق شمال خودشو پنهان کرده. بر همین هم بود که توی بازی تاج و تخت دوباره به دیوار نزدیک شد، برای اینکه اژدهایان نابود شده بودن. قبل از این صحنه هم شرایط دیوار رو ما نشون دادن که دیدن تمام مردم شمال دارن تو قرعه شرکت میکنن، از هر 10 مرد یکی باید بره به دیوار و کل زمستون رو باید توی دیوار خدمت بکنه. بعد دوباره که تابستون شد میتونه برگرده پیش خانواده‌اش. انگاری که زمستون‌ها تعداد سربازهایی که توی دیوار خدمت میکنن رو بیشتر میکنن. بعد جالبش اینجا بود که این قرعه شامل حال اعضای خانواده استارک هم میشد و اونها تفاوتی نداشتن با مردم عادی. در رابطه با نتیجه این صحبت پسر رینیرا با خانواده استارک، یه سری اخبار الان تو اینترنت پخش شده که سازندگان سریال گفتن که دیگه ما استارک ها رو تا انتهای فصل دوم نخواهیم دید و این خانواده نقششون توی همین اپیزود تموم شد و ادامه حضورشون توی داستان میره برای فصل سوم. بعد از صحنه شمال شرایط رینیرا رو ما نشون دادن. نکته مهم تا اینجای داستان این بود که رینیرا خیلی تلاش میکرد از جنگ فاصله بگیره، به این راحتی دستور حمله نمیداد برعکس دیمن. ولی الان توی شخصیت پردازی رینیرا باید دقت بکنیم که در عرض 10 روز اول پدرش مرده، بعد تاج و تخت رو از دست داده، بعد یه دونه سقط جنین داشته و حالا هم که پسر کوچیکش رو کشتن. دیدیم که اتاق جنگ رو ول کرده بود، رفته بود دنبال پسرش بگرده. تا بقایاشو پیدا نکنه نمیخواست برگرده و جنگ همینجوری متوقف مونده بود. و دیدیم که رفت یه سری ماهیگیر رو دید. اینکه چرا ماهیگیرا رو اینجا ما نشون دادن؟ به خاطر اینکه توی تاریخ وستروس در رابطه با سرگذشت پسر رینیرا حرفای متفاوتی زده میشه. یعنی سرگذشتش مشخص نیست. بعضیا میگن که مردش، بعضیا میگن که توی اون حادثه فقط حافظه‌شو از دست داد و تا پایان عمرش مثل یه ماهیگیر گمنام زندگی کرد و هیچ وقت هم یادش نمیاد که کی بوده. برای همین اینجا ماهیگیرا رو نشون دادن، ولی خب با اون تصویری که تو فصل قبلی ما نشون دادن که از اون ارتفاع سقوط کرد، پس 100% مرده. و برای همین داستان تاریخی هم بوده که هیچ جسدی به ما نشون ندادن توی این فصل و برای همین هم بود که تو اون مراسمی که برای پسر رینیرا گرفته بودن وسایلاشو میآوردن میسوزوندن، چون دیگه هیچ جسدی از این آدم وجود نداشت. تو ادامه کار جالبی که رینیرا کرد این بود که از شورایی که تشکیل شده بود برای مدیریت جنگ انصراف داد همون موقع تا با خشم هیچ تصمیمی نگیره. مدیریت جنگ رو داد به دیگران. بقیه اون اعضای گروه هم تصمیم گرفتن که جنگ رو تو همون حالتی که بود متوقف نگه دارن. لرد کورلیس رو فرستادن یه قسمتی از دریا رو بست که روی نقشه همینطور که میبینید کاری که لرد کورلیس انجام داده بستن این مسیر دریایی از این قسمته. و اون صحنه هم که دیدید که رینیس از گشت زنی برگشت، کاری که داشت انجام میداد این بود که میرفت بالای سر کشتی های لرد کورلیس گشت میزد تا از این مسیر دریایی که بسته بودن بتونه مراقبت بکنه که وقت حمله نکنن مسیر رو باز بکنن و پایتخت توی محاصره باقی بمونه. که این نتیجه محاصره شدن پایتخت رو توی داستان اونجای ما نشون دادن که آهنگرا اومده بودن به دیدن شاه، میگفتن قیمت آهن کشیده بالا و ما فقط در شرایطی میتونیم به کارمون ادامه بدیم که بیاید به ما پول بیشتری بدید، چون دیگه آهن وارد نمیشه پایتخت. و این مشکل اقتصادی محاصره رو اینجا نشون داده بودن. لرد کورلیس هم توی این اپیزود یه صحنه خیلی مهم داشت. دیدیم که داره ناوگان خودش رو آماده میکنه تا به استپستون حمله کنه، یعنی دومین هدفی که لرد کورلیس داره. استپستون یک تنگه آبی بود که اگه یادتون باشه توی فصل قبلی دوزای دریایی اونجا کمین میذاشتن. حالا لرد کورلیس میخواد بره اونجا رو کاملا تحت کنترل خودش در بیاره تا اون منطقه کاملا بیفته دست جناح سیاها. اگر این اتفاق بیفته دیگه کل کشتیرانی وستروس به دست رینیرا میفته. و ما دیدیم که توی این صحنه یک شخصیت جدید به ما نشون داده شد که مشخص نکردن که این کیه، ولی همونجا صحبت از اصل و نسب و وراثت شد. و همونطور که قدیم رینیس توی فصل اول گفته بود، لرد کورلیس بچهای حرومزاده زیادی داره و رینیرا هم تو این داستان اژدها سوار کم داره. اصلا بعید نیست این شخصیتی که اینجا دیدیم یکی از فرزندان نامشروع لرد کورلیس باشه که بعداً توی داستان نقشش پررنگ‌تر میشه. تو ادامه رینیرا بعد از این مدت زمانی که جنگ رو متوقف نگه داشته بودن برگشت به اتاق جنگ، در حالی که دقیقاً همون لباسی تنش بود که آخرین صحنه اپیزود آخر فصل قبلی تنش بود. یه نکته مهم دیگه این بود که موهاش رو بافته بود، دقیقاً به همون سبک مدل موی خواهر اگان اول. پس مشخصه که شخصیت رینیرا تغییر کرده. وقتی هم که وارد اتاق شد اولین دستوری که داد دستور حمله نبود، دستور داد که یک ترور رو طراحی بکنن. دیمن هم دقیقاً به خاطر همین توی مراسم پسر رینیرا شرکت نکرد، به خاطر اینکه رفته بود تا تروری که رینیرا دستورش داده بود رو انجام بده. دیمن برای انجام این ترور از کرم سفید استفاده کردش. کرم سفید همونجوری که از فصل قبلی احتمالاً یادتونه توی جاسوسی از دربار شده بود رقیب لریس و بعد توی آخرین اپیزود دیدیم که به اوتو هایتاور کمک کرد تا اگان رو
پیدا کنن. یادتون هست دیگه، اگان قرار بود شاه بشه ولی چون نمیخواست ول کرده و رفته بود. کرم سفید جاش رو به اوتو لو داد و با کمک کرم سفید بود که اگان تونست شاه بشه و با این کارش چند تا دشمن برای خودش پیدا کرد. اول اینکه لریس وقتی دید کرم سفید چه رقیب مهمیه باعث شده که اگان شاه بشه، ترتیبی داد تا خونش رو آتیش بزنن و خواست بکشنش ولی کرم سفید در رفت. از کجا فرار کردش؟ از طریق دریا فرار کرد و ما گفتیم که پایتخت توی محاصره است دیگه. در نتیجه افتاد توی تور همون راهبندونی که لرد کولیس درست کرده بود. دیدیم که یکی از همون برادر دوقلوها اومد و بازداشتش کرد و افتاد گیر اونی که دشمنش، یعنی دیمن. دیمن چرا باهاش دشمن شده بود؟ برای اینکه بهش گفت توی زندان، گفت که تو کمک کردی تا قدرت از دست رینیرا گرفته بشه. می‌خواست کله کرم سفیدو بکنه ولی وقتی که دید رینیرا دستور ترور داده، از کرم سفید استفاده کرد برای ورود به قصر. نکته‌ای که جالب اینجا بهش اشاره بکنم اینه که چرا اینجوری خواست وارد قصر بشه؟ چرا مثلا با اژدها به پایتخت نزدیک نشد؟ برای اینکه توی صحنه دیدیم که ویگار نزدیک قصر شد و نزدیک بود با یکی از نیزه‌ها بزننش، یکی از همون نیزه‌هایی که توی بازی تاج و تختم دیده بودیمشون. توی اون زمان این نیزه‌ها چیز عجیب غریبی نبودن. توی همین زمان که داستان سریال ما داره اتفاق می‌افته، سرزمین دورن هنوز اشغال نشده. نصفش مونده هنوز. یعنی وستروس یه تیکه دست پایتخت نیست. سرزمین دورن میشه جنوبی‌ترین سرزمین. حالا چرا نتونستن اینو کامل بگیرنش؟ برای اینکه وقتی که اگان اول خواست حمله بکنه به دورن، با یکی از همین نیزه‌ها زدن اژدهای خواهر اگانو کشتن. اژدهای کم چیزی نبود برای خودش، از ویگار بزرگتر بودش. برای همینم همچنان این سرزمین تونسته در برابر خاندان تارگریان‌ها دفاع کنه و برای همینم بودش که دیمن پایتخت نزدیک نشد از ترس همین نیزه‌ها. این اژدهای خواهر اگان که همین الان بهتون گفتم، جمجمش رو توی دراگونستون دیدیم. یه لحظه نشونش دادن که رینیرا اومد از جلوش رد شد. یه تصویر نمادینم بود که مثلا شخصیت رینیرا داره به شخصیت خواهر اگان شبیه میشه. اگان اول دو تا خواهر داشت دیگه. جمجمه اژدهای خود اگان الان توی قصر اصلیه. جمجمه اژدهای یکی از خواهر رو توی دراگونستون الان میگه جمجمه اون یکی اژدها کجاست؟ اون یکی اژدها جمجمه‌اش سر جاشه، برای اینکه هنوز اژدهای نمرده. اژدهای یکی از خواهرای اگان اول هنوز زنده است، یعنی ویگار که میشه بزرگترین اژدهای وستروس. یه نکته جالب دیگه هم که بهتره همینجا بهش اشاره بکنیم اینه که از این نیزه ها ما توی دراگونستون نداریم. برای اینکه قلعه های دراگونستون طوری طراحی شدن که در برابر حمله اژدها مقاومن. جنس سنگ هایی استفاده شده و نوع ساختش جوری که میتونه در برابر آتش اژدها مقاومت کنه، ولی پایتخت اینطوری نیست، برای همین از این نیزه ها روش مستقر کردن. به خاطر همین موضوع هم بودش که دیمن با قایق رفت پایتخت، که این خودش یه چیز دیگه رو نشون میده اینکه چقدر دراگونستون به پایتخت نزدیکه که با قایق میشه بهش رفت. تو همین صحنه مربوط به نیزه ها هم یه صحنه جالب دیدیم، اینکه اون یکی برادر دوقلو رو دیدیم که پشت این نیزه ها ایستاده. یکی از این برادرای دوقلو الان داره به اگان خدمت میکنه و یکی دیگه شون توی پایتخته. قطعا توی قسمت های بعدی مبارزه این دوتا برادر دوقلو با هم دیگه یکی از پیچ های داستانی جالبه. آخرین باری که این دوتا رو کنار هم دیگه دیدیم زمانی بود که رفتن اگان رو پیدا کنن. یکی از برادرا کلی تلاش کرد که گنگکاری های اگان رو به اون یکی برادرش نشون بده تا راضیش بکنه که به رینیرا بپیوندن. مثلا بردش بچه های نامشروع اگان رو بهش نشون داد، ولی اون یکی برادر راضی نشد و وقتی که اگان رو پیدا کرد برد به قصر تحویل بده، اون یکی برادر دوقلو ازش جدا شد و رفت رینیس رو آزاد کرد و در نهایت الان پیش رینیرا خدمت میکنه. اما ببینیم نقشه ترور چی شد. دیمن چون قدیم فرمانده نگهبانان پایتخت بود، تونست از دروازه رد بشه. یکی از سربازهای قدیمی خودش رو هم مأمور ترور کرد. کسی که قرار شد مسیر رو نشون بده توسط کرم سفید معرفی شد. اون کسی هم که به عنوان راهنما انتخاب کردن برگشت گفت که من همه مسیرهای میگور رو میشناسم. اینجا منظورش چی بود؟ ماجرا از این قراره که اگان وقتی که وستروس رو گرفت، دستور ساخت پایتخت رو داد دیگه و همجور دستور داد که قصر بزرگ براش بسازن. ولی ساخت این قصر به عمر اگان قد نداد. اگان مردش و زمانی که میگور شاه شد، دستور داد که یه عالمه مسیر مخفی تو کل قصر طراحی کنن، جوری که همه چی به همه جا راه داشته باشه، به هر طبقه ای، حتی به تک تک اتاقها راههای مخفی وجود داشته باشه، که توی فصل قبلی دیدیم که علی کی این راههای مخفی رینیرا استفاده کرد تا همراه با عموش فرار کنه، و یا وقتی که رینیرا بزرگ شده بود از همین راههای مخفی استفاده کرد تا یواشکی بره پیش دوست پسر مخفی که داشت. نکته جالب تو تاریخ اینه که بعد از اینکه این مسیرهای مخفی ساخته شد، میگور دستور میده که تمام معمارها رو بکشن تا این راز فقط پیش خود میگور باقی بمونه. حالا الان توی قصر سری آدمهایی هستن که این مسیرها رو میشناسن و این راهنما یکی از اون آدم هاست. جا
جالبش اینجاست که یه بار دیگه هم اونجا که اگان داشت حرفای مردم رو گوش میداد، این آدم از تو زمینه تصویر اومده بود، رد شد، همراه با سگش هم بود، که نشون میداد این آدما دائما به قصر رفت و آمد دارن. بعد از اینکه وارد قصر میشن چند تا صحنه جالب میبینن. یکیش دیدن مجسمه ویسریسه. توی وستروس اینجوری رسمه که هر پادشاه تاریریانی که میمیره میدن مجسمه‌اش رو بسازن و به راهروی اصلی قصر اضافه بکنن، و الان دیدیم که مجسمه ویسریس در حال ساخته شدن. یه صحنه خیلی مهم دیگه که دیدن اونجا بود که اون راهنمای چشمش افتاد به تابلوی حمله به هارنهال و بهت زده شد از بزرگی حمله که اتفاق افتاده. این قلعه هارنهال داستان خیلی جالبی داره که توی اپیزودهای بعدی وقتی که بهش حمله کردن بیشتر داستانش رو توضیح میدم. هارنهال همون قلعه‌ایه که ویسریس اونجا پادشاهیش رو اعلام کردن، نماد قدرت اگان اوله. کل ارتش خاندان لنسترها رو توی همین قلعه خاکستر کرد اگان اول و باعث شد تا خاندان لنسترها به زانو در بیان جلوی تارگریان‌ها. اصلا یه دلیل دیگه که گفته میشه اون پادشاه استارکی که بدون جنگ جلوی تارگریان‌ها زانو زد به خاطر این بود که خرابه‌های هارنهال رو دید. وقتی دید اینجا رو اگان نابود کرده، بر همین حاضر شد به تسلیم شدن. این هارنهال بسیار مهمه. از فصل قبلی دیمن دائم میگفت که من میخوام به اینجا حمله کنم. جالبش اینجاست که تو اون صحنه که ایمند وارد شورا شدش، اولین حرفی که زد این بود که بریم به هارنهال حمله کنیم. ایمند و دیمن در چند نوبت تو این اپیزود شبیه به همدیگه دقیقاً نشون داده شده بودن. جدا از بحث هارنهال، دقیقاً یه جمله رو هر جفتشون گفتن. دقیقاً همون جمله‌ای که دیمن به رینیس گفت، همون رو دقیقاً ایمند نسبت به مادرش گفت که زیادی در برابر دشمن نرمی از خودشون نشون میدن. این دو تا شخصیت هر جفتشون برادر دومن، هر جفتشونن به شدت جاه طلبن، از اون طرف به وظایف خودشون هم وفادارن. توی فصل قبلی دیمن برای قدرت بیشتر سرخود حمله کرد به استپستون. حالا بعد ببینیم توی فصل دوم وقتی ماجرای هارنهال پیش میاد آیا ایمند سرخود دست به حرکتی میزنه یا نه، و قطعا توی اپیزودهای بعدی توی هارنهال ما قرار نبرد دیمن و ایمند رو با هم دیگه ببینیم. اما ادامه ماجرای ترور، دیدیم که هلینا رو ناگهانی توی شب خفتش کردن. این شخصیت همیشه رفتار عجیبی داشت توی داستان، و در کمال تعجب هم توی این لحظه نه جیغ زد نه کمک خواست، همون رفتار عجیبش رو اینجا هم ادامه داد. نکته مهم در رابطه با این شخصیت اینه که آینده رو میتونه پیش بینی کنه. درسته که حرفاش دائما نامفهومه، ولی وقتی که اتفاقات آینده میفته متوجه میشید که اون حرفای نامفهوم در اصل داشته آینده رو پیش بینی میکرده. توی فصل قبلی کور شدن چشم ایمند رو دقیقاً پیش بینی کرد که گفت تو برای داشتن اژدها باید یک چشمت رو ببندی. توی این اپیزودم برگشت به اگان دوم گفت که من از اژدها نمیترسم، از موشها میترسم، و این کسایی هم که اومده بودن اینجا برای ترور با پوشش تله موش اومدن اونجا. توی کتاب داستان کشته شدن پسر هلینا خیلی بدتره. توی کتاب قاتل‌ها به هلینا میگن که خودت انتخاب کن که کدوم بچه‌تو بکشیم. هلینا هم پسر کوچیک‌ترش رو انتخاب میکنه. هلینا با اگان ازدواج کرده دیگه، یعنی خواهر برادر با هم ازدواج کردن. دو تا بچه دوقلو دارن که یکیشون پسره یکی دیگه دختر. برای همینم هم بود که قاتل‌ها وقتی اومدن پسر رو بکشن نمیتونستن تشخیص بدن پسر کدومه، چون دوقلو بودن نمیفهمیدن کدوم دختر کدوم پسر. این پسره که اسمشو گشتن جهاریس قراره بعد از اگان شاه بشه، یعنی الان جانشین شاه. چرا اسمشو گشتن جهاریس؟ به خاطر اینکه شش انگشتیه. پادشاه جهاریس که توی اپیزود اول فصل قبلی دیدیمش اونم شش انگشتی بود. بعد اینا چون ازدواج فامیلی میکنن این نقص ژنتیکی رو انتقال دادن، اینم شش انگشتی شده. اما نکته اینجاست که توی کتاب هلینا یه پسر کوچیک دیگه هم داره که توی این اپیزود ما نشونش ندادن. تو کتاب هلینا میگه پسر کوچیکمو بکشید برای اینکه برای جانشینی پادشاه مشکلی به وجود نیاد. قاتلا هم یه کار وحشتناک میکنن. اونجا میخندن به پسر کوچیکه، میگن مامانت میخواست که تو بمیری، بعد میزنن برادر بزرگرو میکشن، یعنی جهاریس رو میکشن. توی کتاب هلینا به جنون میرسه و تا مدت ها نمیتونه به پسر کوچیک خودش نگاه کنه. این پسر هم باید باقی عمرش رو اینطوری زندگی کنه که مادرش اون رو برای کشته شدن انتخاب کرد. بعد دیدیم همون پسری کشته شد که اگان دائم با خودش میبردش توی جلسه و خیلی هم بهش علاقه داشت. این نقشه قتل جانشین شاه رو دیمن کشیدش، چون درسته که رینیرا دنبال انتقام بود، ولی دیمن بیشتر دنبال قدرته، برای همین نقشه کشتن جهاریس رو هم طراحی کرد. نکته که اینجا مهمه شخصیت هلیناست. تو تمام این مدت هلینا خودش رو وارد داستان قدرت نمیکرد، یعنی بازی تاج و تخت هیچ ربطی بهش نداشت، و این شخصیت خودش اژدها سواره. از اون بدتر اینه که آینده رو هم میتونه ببینه. حالا که این اتفاق وحشتناک براش افتاده و بچهش کشته شده، آیا میاد توی جنگ نقشی بازی بکنه یا نه؟ شخصیت دیگه‌ای که این ترور روش تاثیر میذاره شخصیت آلیسنت، که آخرین صحنه‌ای که تو این اپیزود ازش دیدیم دقیقاً مشابه آخرین صحنه اپیزود آخر فصل قبلی بود. یعنی رینیرا و آلیسنت الان با هم دیگه مساوی شدن و مثل هم الان تشنه خون طرف دیگه‌ان.
تمام این اپیزود می‌دیدیم که آلیسنت داره تلاش می‌کنه تا راهی پیدا کنه که با رینیرا برخورد خطرناکی نشه. حتی با اوتو هایتاور، یعنی پدر خودش، درگیر شد. حتی برای بچه رینیرا شمع روشن کرد. مانع این می‌شد که ایمند حرکتی انجام بده بر علیه رینیرا. ولی قطعاً از اپیزودهای بعدی دیگه از شمع روشن کردن خبری نیست و به احتمال قوی از اپیزودهای بعدی مسیر آلیسنت با اوتو یکسان میشه و دیگه با هم دیگه سر جنگیدن با رینیرا اختلاف ندارن. یه شخصیت مهم دیگه هم که این ترور روش خیلی تاثیر میذاره شخصیت اگان دومه. توی صحنه خیلی مهم دیدیم که لریس رفت زیر گوش اگان بر علیه اوتو شرکت حرف زدن. دیدیم که اوتو دائم مانع این میشد که اگان رفتارهای احمقانه بکنه. همش رفتار اگان رو اصلاح میکرد. عملا انگار کشور رو اوتو داره مدیریت میکنه. بعد لریس رفت زیر گوشش در اوتو این موضوع بدگویی کرد و اصلا بعید نیستش که توی اپیزودهای بعدی وقتی که اگان دوم خشمگینه لریس بره بهش پیشنهادی بده که خودش رو توی دل اگان جا بکنه و جای اوتو رو بگیره و بشه دست پادشاه. نقش لریس قطعا تو آینده خیلی پررنگ میشه به خاطر اینکه عموی همین لریس الان توی هارنهال داره حکومت میکنه. خب دوستان، اینم از ویدیوی موشکافی قسمت اول. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید بیاتون نره که لایکش کنید و با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.